دکتر، آقای دکتر میرانی، به مناسبت این محاکمه کارلوس معروف به شغال، همیهنی پرسش کردن که ایشون آیا قصد قتل شاه رو در سوئیس داشته و نتونسته؟ حالا آقای خلخالی در زمان یک بار اعلام کرد که بعد از در واقع خروج شاه از ایران، خلخالی اعلام کرد که از کارلوس خواستن که شاه رو به قتل برسونه در این بعد از انقلاب. قبل از انقلاب هم یکی دو بار در سوئیس این احتمال حمله به شاه وجود داشت که یک بارش به نظر میرسه نگرانی از کارلوس بود، یک بارش نگرانی از گروهی از اصطلاح به نظر میاد که اعراب بود که شبهه همکاری با تیمسار بختیار رو داشتن. شاه اون دهه 60 میلادی که وقتی شاه میاد به آلمان و به سوئیس، اونجا بهش میگن که ما خبر داریم که بختیار سعی کرده گروهی رو برای ترور شما بسیج بکنه، و شاه خیلی عصبانی میشه و اون دستورات در واقع مصادره اموال بختیار رو، در واقع دستور دادگاه قیابی بختیار رو در همون زمینه انجام میده. کارلوس البته یک کار دیگه هم در زمینه با ایران کرد، حتما میدونید که او آموزگار رو با بقیه سران اوپک گروگان گرفت و ظاهراً برای آزاد کردن هم آموزگار و زکی یمانی پول گنده‌ای از ایران و عربستان گرفت. من یه زمانی در مورد زندگیش یک کتابی میخوندم که یک محقق انگلیسی، روزنامه‌نگار محقق انگلیسی نوشته و ظاهرا ارتباط نزدیکی با دولت سوریه در اون شخص و از اطلاعات و سازمان اطلاعاتی اونها استفاده کرده بود. واقعا زندگی شگفت‌انگیزی داشته، یعنی یه چیزی بین یک فعال سیاسی و یک گانگستر بود، برای اینکه از خیلی از این افراد، از این شیوخ، از ایران، از قذافی، از عربستان حق حساب میگرفت دیگه. بس که قذافی رو انقلابی واقعی میدونسته. قذافی رو از همه بیشتر ظاهر بهش نزدیک بود، برای اینکه بیشتر از همه پول داد. و هنوز هم معلوم نیست که کی فریبش داد که در واقع فرانسوی ها تونستند بگیرنش و الان هم دیگه باره به سم حبس ابد محکوم شده. خیلی یکی دو فیلم هم در موردش ساختن، یه فیلم مستند نسبتا خوب در مورد زندگیش ساختن به هم اسم همون کارلوسه، که خیلی از این چیزایی که عرض میکنم، از این ماجراهای پول گرفتنش، اخخازیه دیگه، یه نوع اخخازی از این چیزا. دون کتاب سیل میگه که این از بعضی از کشورهای عربی رسما پول میگرفت برای اینکه هواپیماهاشون رو اون وقت مورد به قول آخوندا هجمه قرار نده. باج میگرفته. باج میگرفت. بله. من یادم میادش در پاریس بودیم یه روز بامداد، رادیوی ایران رو گرفته بودیم یا نمیدونم رادیو فرانسه، خلاصه با شاه داشتن مصاحبه میکردن به خاطر اینکه کارلوس آموزگار رو گرفته بود. شاه به خبرنگار، از خبرنگار پرسید، فرانسوی پرسید کارلوس کیه؟ خبرنگاره گفتش که یک گروگانگیر. شاه گفت اونم میگیریم. قشنگ من یادمه، گفت اونم میگیریم. خب نتونست بگیره. بعد وقتی که در دوران مهاجرتش در توی باهاما که بودن، من از محافظ شاه شنیدم این رو، اون میگفت که
بهشون خبر رسیده بود که کارلوس یه قراردادی، خب چیزام اعلام کرده بود دیگه، خلخالی اعلام کرده بود، ولی اینها هم به طور مشخص نگران بودن. و بعد میگفت مثلا دور اون جزیره حتی نگران بودن که از طریق زیر آب این افراد از طریق غواصی بیان در داخل یک جزیره بشن، و حتی زیر آب هم سیستم حفاظتی برای جلوگیری از نفوذ تروریستا اشتراک کرده بودن. و میدونید الان که آدم فکر میکنه کشورهای غربی اگر اون وقت به طور جدی در مقابل جمهوری اسلامی وایساده بودن، یعنی جمهوری اسلامی دولتی که دولت به اصطلاح رسمی یه مملکتیه و یک کسی که از رهبر مملکت یعنی از آقای آیت الله خمینی حکم قضاوت داره، به اصطلاح نماینده قضاوت و عدل اسلامی است، بیاد در رسانه ها رسمی بگی که ما با یه تروریستی قرار گذاشتیم که یا بهش وعده دادیم که بره پادشاه ایران رو ترور کنه. یعنی میدونید تو اون فضا، تو داخل ایران هم من یادم نمیاد کسی بگی که آخه خجالت داره، شما یه دولت رسمی هستید، چطور دولت رسمی میتونه با یک تروریستی که کارش اخاذیه، کارش گروگانگیریه، کارش کشتن آدمهای بیگناهه، حالا در لوای انقلاب، در لوای دفاع از حقوق مردم فلسطین، مردم فلسطین باید از حقشون دفاع کرد، ولی با کشتن آدمهای بیگناه که نمیشه از حقشون دفاع کرد. اون وقتی چی بهشون نگفتن؟ اینا هی بیشتر و بیشتر روغن این نوع جسورتر شدن، واقعا جسورتر شدن. بعد رفتن آمریکایی‌ها رو کشتن، آمریکا رو در آمریکایی‌ها رو تو لبنان کشتن، و هی فکر کردن که هر کاری بکنن جوابی نخواهند گرفت. دیگه رفتن صد خورده‌ای رو در اروپا از مخالفین ایرانی رو کشتن، هی جسورتر شدن، و در داخل هم هی بدتر و بدتر کردن، تا اینکه دیگه در 88 مسیحی رفتن 4000 نفر رو در زندان قتل عام کردن، و هنوزم هیچ کسی تهونی به خاطر اون نده. کسانی که اون کاری کردن، حالا قاتل اصلیش میخوان رئیس جمهور کنن، یکیشون وزیره، وزیر دادگستری دولت بله. آقای خامنه‌ای، اون یکی هم نشسته سر یک بقول آقای گنجی آیت الله قتل عام، سر یک گنجینه مالی نشسته و کاندید رهبری مملکت هم هست.